شب عاشورا است. امام پس از امان یاران را جمع کرده و فرمودند دور خیمه ها گودالی همچون خندق حفر کنید و در آن آتش روشن کنید تا از یک طرف درگیر باشیم و به حرم پیامبر دست درازی نکنند. یاران خارها و هیزم های بیابان را جمع کردند و در خندق انداختند و آتش زدند. در نقل دیگری آمده که امام خیمه ها را به هم نزدیک و تناب ها را در هم کردند تا امکان نفوذ دشمن نباشد و تنها از یک سو بجنگند. در نتیجه از سمت راست، چپ و پشت سر خیمه ها محافظ هم شدند و دشمن جز از روبرو امکان درگیری نداشت. امام در آغاز شب یاران خیش را جمع کردند. امام سجاد می فرماید در آن هنگام من سخت بیمار بودم. خودم را به زحمت نزدیک کردم تا سخنان پدر را بشنوم. امام فرمودند خدا را به بهترین ثنا و ستایش می ستایم و در سختی و آرامش شکر می گویم. خدایا ستایشگر تو هم به پاس این که ما را با پیامبری محمد عزت و کرامت بخشیدی، قرآن من آموختی و دینشناس و فقیه من ساختی و گوش و چشم و دل آفریدی و ما را از مشرکان قرار ندادی. باری من یاران و همراهان وفادار و بهتر از یاران خودم و خانواده نیکوکارتر و دلبسته‌تر از خانواده خودم سراغ ندارم. خدایتان پاداش نیک عنایت کند. آگاه باشید که فرجام فردایتان را با این دشمنان به خوبی می دانم. شما را آزاد می گذارم. همه با فراغ خاطر بروید که من بیعت خیش را از شما برداشتم. شب همه جا را پوشانده است. این تاریکی را مرکب راهوار خیش سازید و بروید. امام ادامه دادند هر کس دست دیگری یا یکی از مردان ما را بگیرد و در این تاریکی شب بروید و مرا با گروه دشمن تنها بگذارید که آنها جز مرا اراده نکرده اند و اگر بر من دست بیابند از پی شما نخواهند آمد. پس از خطبه امام و دعوت به بازگشت خون غیرت در رگ یاران جوشید. پس یکایک برخاستند و اعلام وفاداری کردند. نخستین کسی که سخن گفت ابوالفضل العباس بود. وی برخاست و گفت به خدا قسم هرگز چنین نخواهیم کرد. خدا آن روز را نیاورد که بعد از تو زنده باشیم. دست از تو بر نمی داریم و ایثار جان در راه تو را سعادت و کامیابی می دانیم. پس از وی دیگران برخاستند و سخن گفتند. امام سجاد می‌فرمایند در شب عاشورا پس از آزمون ابا عبدالله و اعلام وفاداری یاران امام فرمودند سر بردارید و به جانب آسمان بنگرید. یاران سر برداشتند و منازل خیش را در بهشت مشاهده کردند. حضرت یکی یک یاران را صدا می‌زدند و جایگاه هر کسی را در بهشت به او نشان می‌دادند. شوقی عجیب یاران را فرا گرفته بود، به گونه ای که روز بعد همگان زخم تیر و نیزه را مرهم سینه خیش می دانستند. آنها با مشاهده رحمت پروردگار و نعمتهای بهشت و وصل محبوب بی‌تاب لحظه شهادت شدند.